خداوند آب را به عنوان ماء طهور معرفی کرده آب پاک و انزلنا من السماء ماء طهورا ما آب زمزم خب یک ویژگی خاص خودش داره هم میگن که مکه خودش ویژگی خاص خودش داره و میگم که حالا دقت کنید تمام آن فضائلی که مثلا مکه و مدینه داره اومدن ساختن بحث دیروز ما همین بود در تماس مستقیم وقتی داشت می میگردیم اینه که اومدن تمام اون درگیری که بین غلات کوفه و غلات قم بود و هر کدام برای خودشون برای شهرشون یک فضائلی ساخته بودن که غلات قم هم وقتی دیدن که برای کوفه خیلی روایات و فضائل تراشیده شده و اونو در مقام بالایی قرار داده حتی مکانت و فضائلی که قائل شدن از مکه و مدینه هم بالاتر می شود حالا اون مسجد کوفهی که قائل بودن هستن یعنی که اونها اومدن یک روایت های ساختن اصلی حتی اهل کوفه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در تضاد با قرآن و با سنت این روایت درست درسته شده آقا این روایت هایی که منصوب میشه به اهل بیت هم در تضاد آن چیزی است که خدا پیامبر فرمودند یعنی شما دقت کنید تمام آن فضایلی که در قرآن هست یا در سنت هست اینها برداشتن دادن به یک جای دیگه درست کردن همونطور که خداوند فرمود که یضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله میگه یک وقتی یهود گفتن که خدا پسر داره مسیحیان گفتن که خدا پسر داره خداوند چی فرمودن که یضاهئون قول الذين كفروا من قبل شبیه گفتار کسانی که کافر شده یعنی میان فقط برای شبیه سازی اومدن هر چیزی که خدا و پیامبر قرار دادن اینها هم در مقابل اون دارن قرار میدن اگه گفتی ما آب زمزم میگه خب پس آب زمزم فضیلت داره خب نمیشه که شما چیزی که خدا پیامبر قرار که امام معصوم این امام تو اصلا ثابت کن از کجا اومده و بعد این روایت ها و خود خیلی جالب است که روات این احادیث انسان مجهول ملعون غالی ضعیف این ها این افراد هستن که شما متاسفانه مونید اساس دین بر این قرار دادید من نمیدونم با توجه ای کسی انسان بگه من مسلمون هستم قرآن میخونم سنت دارم بعد بیاد بین خرافات چنگ بزنه و اینگونه با دین آقا سیل میاد به خاطر اینکه کوتاهی هایی که دولت کرده مسئولین رو بازخواست کنن میاد میگه تربت امام حسین تو رودخونه کارونه کجاست میریزه که آب هم. کم بشه خب این چی بعد میگه که آقا اه... که بعضی از آخوندها بله تخصص زدن ما میگه متأسفانه کلشون تخصص ندارن وقتی آیت الله خم... خمینی میگفت که اقتصاد مال خر هست خب مملکت میشه بدون اقتصاد باشه اقتصاد که اساس هر چیزی است خب باقی امور مملکت ما هم متاسفانه به دست بی هست وقتی که بلند میشند که داره میگه که <applause> رئیس جمهور غلط کرد حالا رئیس جمهور که بارده خودش هم آخوند هست بله. تهران غلط کرد وزیر غلط کرد خب آخوندی بلند میشه میخواد اینطوری رفتار میکنم مملکت ما دیگه از سر تا پاش متاسفانه دز... از نظر خودشون یعنی اگر ما در مورد آب زمزم آب زمزم اولا کسی نگفته کرونا مثلا درمان میکنه هر بیماری داشته باشید شما به آب زمزم بخورید من هیچ کاری نتونستم بکنم دکترها شفام نمیدارم آب زمزم خوردم همه خوب شد بس در از نظر دیگه آبه یعنی هر آدم عاقلی متوجه میشه تفاوت آب خوردن با خاک خوردن رو مگر اینکه دوچار جهل مقدس شده باشه مسئله سوم این هست که آب زمزم از نظر املاح یک آب خاص هست همین که در اون صحرای بی آب و علف لمیزرع این همه سال تمام مسلمان ها دارن ازش استفاده میکنن تمام نشده از طرف دیگر احادیث پیامبر درش وجود داره از طرف دیگر شکل گیری اون آب زمزم از این آب زیر زمینی در قرآن اومده و تمام اینها رو با هم جمع کنیم و آزمایشات پزشکی رو هم که فرانسه و آلمان دو کشور من می‌خواستم براتون بیارم الان یه طول میکشم می‌خوام دوست ندارم از سورس‌های فارسی زبان براتون بیارم یعنی میخوام دقیقا برم آزمایشات, آزمایشات غیر فارسی زبان رو براتون بیارم سه سایت متفاوت سه آزمایش متفاوت در مورد آب زمزم شده یک گروه پژوهشی آلمان هست یک گروه پژوهشی فرانسه است و یک گروه پژوهشی ژاپن هست که این گروه پژوهشی ژاپن در مورد تفاوت آثار صداهای مختلف روی آبهای مختلف پژوهش میکردن و آب زمزم هم نکاتش جالبه هر سه مورد رو هم ما توی مستند آب زمزم در موردش صحبت کردیم قبلا میتونید برید ببینید یا یعنی اینکه سرچ کنید به زبان‌های خودشون و از سورس اصلیش در مطلب رو مسئله بعدی این هست که شما ببینید وقتی خرافات انقدر به چشم هست مشخص آقای ما داریم در مورد خاک خوردن صحبت می‌کنیم میفهمید در مورد افرادی که خاک میخورن ما روایت داریم خاک بخور. خب همون روایت رو هم دارید که این ذریح شفا میده دیگه و این ذریح الان داره کرونا منتشر میکنه خب اگر اون کسی که به این روایت ها عمل میکنه که باید بره لیست بزنه که حرف اون آخونده درسته که میگه ما تا دیروز اعتقاد داشتیم خاک فرش روزه امام حسین هم شفاست حالا بیم از این بگذریم خب این داره حق حرف حق رو میزنه این داره عقیده خودش رو در موقعی که با علم در تضاد هست نمیریزه بیرون در عقیدش رو همچنان سفت گرفته این جهل درش انقدر مقدس شده که عقیدش رو سفت گرفته